جرمنی. در جنتری جرمن ها ایستر یک فستیوال مذهبی می باشد. جرمن ها در این رخصتی مذهبی چاکلیت ها را به شکل تخم و خرگوش تهیه نموده و به فروش می رسانند. شیرینی پز های جنوب شرق برلین انواع و اقسام شیرینی ها را به اشکال مختلف و رنگ های گوناگون تخم و خرگوش طراحی کرده و به دسترس علاقمندان قرار می دهند. این شیرینی پز ها اکنون چاکلیت را از مواد طبیعی و فرمایشات مشتریان خود را نیز آماده می نمایند. هنگری بلاکسمیت یوسف کاسپیک تخم هایی را که برای مراسم ایستر آماده نموده به صورت غیر معمول اشکال بی‌نظیر را طراحی نموده است. این هنرمند در روی تخم ها اشکال نل اسب را تاپه نموده است. هنر نقاشی روی تخم های ایستر در قرن 19 هم از جمله پیشه های خاص به شمار می رود. در این روز در بین تخم های ساخته شده شیرینی و تحفه گذاشته و برای اطفال اهدیه می دارد. یک تعداد شاگردان کاسپیک تا اکنون مهارت‌های صنایع دستی را به نمایش می‌گذارند. کاسپینگ اولین مرتبه در سال 1985 در روی تخم تاپه‌های نل اسب را طراحی نموده بود. این هنرمند در 25 سال اخیر روی تخم پرندگان مختلف طراحی می‌نماید. کاسپینگ روی یک تخم شترمرغ 1019 علامه نل اسب را تاپه نموده است و این تخم‌ها را از طریق صفحه اینترنتی خود به فروش می‌رساند. امریکا. هر سال با فرارسیدن فصل بهار در واشنگتن دی سی فستیوال موسم به شگوفه های گیلاس تجلیل می گردد. در این موسم هزاران علاقمند از منطقه بازدید نموده و علاوه بر آن اشتراک کنندگان در این فستیوال کاغذپران های رنگارنگ را با طراحی های مختلف در فضای منطقه به نمایش می گذارند. این 44مین فستیوال است که در قلب شهر واشنگتن دی سی در مقابل مانومنت برگزار می گردد. این کاغذپران ها با مهارت های خاص تهیه شده که هر کدام را متعجب می نماید.